سلام، حالتون خوبه بچه؟ بریم آلبوم اشتباه خوب با همدیگه ادامه بدیم. آهنگ تکرار از بهرام. یه چیز جالبی که در مورد این آلبوم خوندم اینه که برخلاف چیزی که میگفتین آهنگا رو باید به ترتیب گوش کنی چون به هم ربط دارن، به ترتیب خود آلبوم نیست. اتفاقا یه عده میگفتن که نه، ترتیب رو باید خودتون پیدا بکنی. و نکته خیلی جالب اینه که توی هر ترک یک کلمه یا میگه که مربوط به یکی دیگه از ترک‌های آلبومه و اگر در همون لحظه شما پاز بکنین و برید سراغ همون ترکی که این کلمه گفته شده، یهو یه معنی متفاوت دیگه ای پیدا میکنین. یه نکته جالب دیگه این بوده که اگه از آخر به اول بیای معنی عوض میشه. خلاصه اینقدر چیزای جالبی در مورد این آلبوم خوندم، به محض اینکه تموم شد تمام اونا رو براتون توی یه ویدیو توضیح میدم که چقدر این آلبوم بهرام پیچیدگی داره و بیخود نیست که بهرام تنها کسی که تو مجله رولینگ استونز ازش صحبت شده، جزو پرفروش‌ترین ها بوده این آلبومش، فکر کنم تو سایت آمازون اونم خیلی پرفروش بوده و خلاصه خیلی چیزای جالبی در مورد بهرام هست و حیف که کلا من فهم میکنم یه ذره نسبت بهش کم توجهیه، یا نمیدونم شاید مخاطبش خیلی خاصه. با لایک من شد 304 تا. بچه ها برید این آهنگو حتما لایک بکنید و 21000 ویو داشته. کاور فوتوش هم خیلی جالبه، درست اسم ترک تکرار هست، یه لابیرنتیه که توش یه عالمه سوراخ تکرار شده و خیلی پیچیده است. در این حال نگاه میکنی شبیه یه گل هم هست. خلاصه که سخته بخوای با نگاه کردن چیز خاصی ازش دریافت بکنی. حالا در مورد اینم چیزای جالبی خوندم، اونم بعدن حتما میگم. بهرام جا ما اومدیم. در این حال که یک صدای الکترونیکی داریم میشنویم، ولی شما احساس میکنی که انگار صدای سنتور هم هست. خب سنتور یکی از اصلا امضاهای کار مهدیاره دیگه و شما دقیقا این صدای سنتور رو به یه صورت الکترونیکی احساس میکنین. تو این اتاقی یا این اتاق تو ذهن من اشتباه کردم، ولی کسی نکرده این اشتباه و مثل من. روزا سکوت کردم که بشنوم صدای شهر رو، شبا سکوت کرد شهر که بشنوه صدای من رو. یک صدای زنده تر، حالا این منم، چیزی که هستم جدا از من نیست، نوشتن و خوندنم. اتفاقا یادم نمیاد که شب بود یا که صبح بود، دلم پر بود، یادم نیست حالم چطور بود. حواسم به صدا پرت شد، یه لحظه من یه ذره بزنم عقب. که هستم جدا از من نیست، نوشتن و خوندنم. این نکته ای داشت واقعا، میگه جدا از من نیست نوشتن و خوندنم، یعنی نوشتن و خوندنش انگار یک بخشی از وجودشه، یه بودی از وجودشه و حتی میتونه اصلا یه شخصیتی برای خودش باشه خوندن و نوشتنش. حالا همین رپ نوشتن و رپ خوندن. اتفاقا یادم نمیاد که شب بود یا که صبح بود، دلم پر بود، یادم نیست حالم چطور بود. پای چشم سیاه به رنگ نصف شب، تو دلم آفتاب سر زور بود، سرم پایین بود، با این بود خطرم، خودکارم هم بازی بود. صدا خودکارم هم بازی بود. باز اینجا هم داره به همین مسئله نوشتنش اشاره میکنه. آیه یه آدمی رو میشنیدم، ولی برگشتم و دیدم کسی پشتم نیست، لعنت کسی نیست. تو توهمی، هرچند که توهمم خیلی چیز بدی نیست. با سلام کرد، من یکم جا خوردم، مغزم دستور داد به پلکم، پس چشام وا شد، بعد برگشتم رو به خیابون، باهم سر رو شد شد. ترس تو چشام بود، جرأت تو دستم، که یکی یهو گفت تو، ای توی که
که زمین و زمون و همش فوش میدی، با این موزیک عجیب و غریبت خوش میشی و تازه میگی این ویژگیت عیب نیست، عمر تو جوونی تو پاش دادی حیف نیست. خب یه مکالمه شکل گرفته با یه نفر که احساس میکنه توهمه، یعنی اصلا وجود نداره و داره اشاره میکنه به این موزیکی که خودش گفت بخشی از وجودمه خوندن و نوشتن، و این گفت موزیک عجیب و غریبت که عیب نیست. چرا صداش زیاده؟ گفتم تو کی هستی؟ با من چی کار داری؟ گفت عجله نکن، از هم سوال زیاد داری. تو از اونایی که فکر میکنن کوه کندن، من گفتم کجاشو دیدی؟ تازه شروع کردن. گفت خیلی ها مثل تو شروع کردن باختن. گفتم هدف داشتم، اونا آرزو کردن. گفتم تو چی؟ اینجا رو بزنیم عقب. فکر میکنن کوه کندم، من گفتم کجاشو دیدی؟ تازه شروع کردم. گفت خیلی ها مثل تو شروع کردن باختن. گفتم هدف داشتم، اونا آرزو کردن. در مورد همین باز خوندن و نوشتنش گفت که میگه به من گفت حالا فکر کردی مثلا کوه کندی، و این نکته خیلی جالب بود. گفت من هدف دارم ولی اونا فقط آرزو داشتن. البته که به نظر من داشتن هدف و آرزو هر دویی که باعث میشه آدم تو کاری که دوست داره پیشرفت بکنه، یعنی یه آرزویی داری که اون آرزو تبدیل میشه به هدفت و براش تلاش میکنی، ولی میگه من فقط آرزو نداشتم که حالا بشنم به آرزو رویام فکر کنم، یه ویژنی داشتم، یه هدفی داشتم که برای اون داشتم تلاش میکردم. برام جالبه بدونم اونی که داره باش حرف میزنه کیه که میگه توهمه. گفتم تو چی هستی که با این کلمات داریت متوند قلبم با مخم میرخصی؟ گفت من توی پشت تصویرتم. گفتم دروغ. جالبه چه همین الان که این سوالو پرسیدم بلا فاصله بهرام بهش جواب داد. پس اون کسی که داره باش حرف میزنه یه قسمتی از درون خودشه انگار، چون میگه من توی پشت تصویرم، یعنی فکر کنم منظورش اینه که من همون یه شخصیتی، یه بخشی از درون تو هستم. حالا خیلی جالبه در مورد این آلبوم چیزی که اشاره شد بهش این بوده که در حقیقت بهرام یه خودکشی کوانتومی انجام داده و به جهانهای موازی رفته که توی جهانهای موازیش داره زندگی میکنه. حالا ممکنه این میگه این تو یکی دیگه از همون منهاش توی جهان موازی باشه، اینم ممکنه بشه همچین تعبیری در موردش داشت. من با مخم میرخصی. گفت من توی پشت تصویرتم. گفتم دروغه، از دید من تو وجود نداری و توی تنهاییم به تو معنی میدم. آها میگه تو وجود نداری، تو تنهاییم به تو معنی میدم، یعنی وقتی که تنها هست میتونه این قسمت از وجود خودش رو داشته باشه. چقدر جالبه کلمات، چقدر جالبه. دید من تو وجود نداری و توی تنهاییم به تو معنی میدم. گفت من یه صدام فقط که جای التماس بهت اعتراض کردم. گفت دروغ تو، اینم من نه، منم لبخند زدم یه نگاش کردم. اینجا که میگه دروغ تو، اینم من، فکر کنم شایدم میخواد بگه که اون من واقعی منم، یعنی تویی که یه انسان هستی و ظاهرن واقعی هستی، تو واقعی نیستی، تو یه توهم هستی و من که یعنی افکار تو هستم یک من واقعی هستم. گفت دروغ تو، اینم من نه، منم لبخند زدم یه نگاش کردم. سری دویدم و برگشتم تو اتاقم، دل خوش بودم تو حبابم. گفتم احتمالا ناراحت شد و ترکم کرد، ولی اشتباه کردم. اومد نشست جلوم و یه نگاه کج کرد، صداشو صاف کرد و ابروهاشو خم. گفتم فکر کردم رفتی و رفتم. گفت با این فکرت باید به شعورت شک کرد. گفتم این فکر کرده که طرف بهش برخورده، اون توهمه بهش برخورده، قهر کرد و رفته. بعد اینجا میگه باید به شعورت شک کرد، یعنی تو هنوز نفهمیدی که من قسمتی از تو هستم، من اون افکار و اون درون تو هستم. فکر میکنی که میتونی مثلا از من جداشی یا من میذارم میرم، در حالی که من و تو به هم پیوسته هستیم. کردم رفتی و رفتم. گفت با این فکرت باید به شعورت شک کرد. گفتم من پیش میرم، واسم راه پس نیست. گفت این همه بلا اومده سر زندگی بس نی، یه چند دقیقه به هم گوش بده، حرفام واسد بد نی.
تو ته تهش یه سرگرمی واسه این ملت با فکر سنتی، تو کشورت که یه مجرم غرب زده بودی این ور آبم یه کله سیاه غربتی. خیلی اینجا نکته داشت واقعا. تو ته تهش یه سرگرمی واسه این ملت با فکر سنتی، تو کشورت که یه مجرم غرب زده بودی این ور آبم یه کله سیاه غربتی. همون که میگن از اینجا مونده و از اونجا رونده، نه توی کشور خودش جایگاهی داره نه وقتی رفته خارج از ایران. فکر میکنم تو استکهلم زندگی میکنه دیگه. تو اشتباه کردی، گفتم اصلا حق با شماست، ممکنه بگی دیوونم اما ببین من نمیدونم. تو تو این اتاقی یا این اتاق تو ذهن من اشتباه کردم ولی کسی نکرده این اشتباهو مثل من. روزا سکوت کردم که بشنوم صدای شهر رو، شبا سکوت کرد شهر که بشنوه صدای من رو. یک صدای زنده تر حالا این منم، چیزی که هستم جدا از من نیست نوشتن و خوندنم. به نظرم تا اینجا قشنگترین آهنگ آلبوم بود. خیلی خوش آمد از این آهنگ، خیلی خوش آمد. چقدر این آهنگ قشنگ بود. یه درگیری در درون خودش بود و جالبه که همه چیز رو زیر سوال برد. حتی ماهیت خودش رو گفت ممکن تو دروغی باشی و این حتی به اتاق شک کرد، شاید اصلا این اتاق وجود نداره تو ذهن منه. خیلی جالب بود و یه جورایی میشه گفت شاید حتی یه درگیری بین ایگو و سوپر ایگوش بود. این هم میتونیم تفسیر کنیم. خود بهرام گفته این آلبوم به نحویه که هر کسی در حد تجربیات زندگی خودش و دانش خودش ازش برداشت میکنه و من برداشت رو به مخاطب واگذار کردم که اون چیزی که دوست داره رو از آهنگ برداشت بکنه. خیلی خیلی قشنگ بود این آهنگ، خیلی برام جالب بود و فکر میکنم وقتی که این آلبوم رو تموم کردم باید یه بار از آخر به اول گوش بدم و یه بارم اون روشی که گفته بود هر جا کلمه یا شنیدی برو توی اون ترک، چون انقدر این آلبوم پیچیده است. من در موردش همینجور دارم تفسیر میخونم و هنوز خیلی توش نکات گنگی وجود داره که این رمز گشایی نشده. فکر میکنم بعد از این آهنگ تکرار آهنگ ریشه باشه. چقدر مونده تا آخر آلبوم؟ هنوز فکر میکنم 4 تا آهنگ دیگه تا آخر آلبوم مونده. بسیار زیبا بود. بچه ها شما هم نظراتتون رو بنویسین، چون قراره هر کسی از دید خودش برداشت داشته باشه و احتمالاً برداشت های مختلف میتونه معنی جالبی به این آهنگ و این آلبوم بده. نظراتتون رو بنویسین در مورد این مکالمه ای که بود و این چرا تکرار بود، منظور از این کلمه تکرار توی این آلبوم چی بود، توی این آهنگ چیزی که تکرار شد این بود که گفت من جدا از خوندن و نوشتنم نیستم. این اول آخر آهنگ تکرار شد. حالا شما نظرتون رو بنویسین و حتما نظرتون در مورد کاور فوتوها برای من بنویسین، چون انقدر پیچیده و عجیب غریبه که دوست دارم بدم شما چی فکر میکنین. بعد از این میریم سراغ آهنگ ریشه. مراقب خودتون باشید، حتما آهنگای بهرام رو از کانال خودش گوش بکنید، آهنگاشو لایک بکنید. مرسی، خدافظ.